خوش اومدی جنگ ترین کانال را فارسی برونات اومدیم oh, yeah. با حواشی ویس های تلگرامی سامان و هیچکس او شیت حالا ویس های هیچکس نیستش در واقع یه تیکه ها و توییت ها دیگه نباید این حرف رو بزنم ولی خب دیگه مثلا تلگرام خب اپ مورد علاقه سامانه و توییتر هم اپ مورد علاقه های هیچکس دیگه میدونی این یه چیزی که واقعا دیکاش میشه کرد خب به هر حال مثل این که خب حالا من اینو کامل نشتم ولی تا اونجا که میدونم سامان داستان اینجا شروع میشه که سامان میاد توی تلگرام میگه آقا ترسیدن اینقدر بدم نیست حالا که دقیق چی گفته و چرا اینو گفته نمیدونم حالا گوش کنیم با هم دیگه ولی بعد یکی ولی توییتی میزنه میاجی چرا این کاری کردی که اونم با هم بدم میخونیم و هیچ کس به اون ریاکشنش میده و یه هر میاجی یارو قایماله خب بعد دوباره سامان میاد جوابش میده حالا یارو با جزئیات میریم بررسی خواهیم کرد و اقلش یاد نره که تقای لایک سابسکرایب و زنگوله رو بندازید تو کامنت تا دستون سبوکه همین رو بندازید خواستی ما رو اینستاگرام داشته باشید داریم بالا میبینید تلگرام توی دیسکریپشن رو چنده ما حتما سب زنید چون ویدیو فوق العاده خفن یاد نره که هشتگ اینترنت کنید پاره کنید چه بینید پیدا بوده سلام برسونید به اضافه اینکه بوتو دی فورور کس به فکر شما کامنت گذارا نیست خدا وکیلی من دارم خودم فکر میکنم میبینم که هیچ کس به فکر علافا نیست همینجور بشینین تا صبح کامنت بذارین و فوش بدین و بگین و بخندین و جوک بسازین هیچ کی به فکرتون نیست با مزه بازی در بیارین مثلا بیارین فن پیج بسازین اینو بذارین بغل اون اونو بذارین به این اخبار هیچ کی به فکرتون نیست حاجی ولی من تا اونجایی میدونم فکر میکنم به فکرشونن چون من حالا فن پیج حال نداشتم ولی فکر میکنم بالاخره یه سودی داره که فقط طرف فن پیج میزنه دیگه فن سودش که حالا معمولا با خود این فن پیج اصلی باشه با خود آرتیست در ارتباط هستن معمولا خب برام کامنت هم که نظره اونایی که مثلا کامنت مثلا چیز میزنن یارو میان یه پاراگراف میزن فوش میکنن راست میگه واقعا چی در اون سیدی نیست خب داستان دارم میرن فقط بخوام علاقه شونی که برن خواهی به فوش بنویسن آره. و چیزی مقاله بنویسن و آجی ما یه ویدیو داریم خب لینکش نمیذارم که نریم ببینید خب ولی یه ویدیو داریم در مورد بی تی اس تو این صحبت هاست آقا هر روز ما هر مقاله هایی از فنای بی تی اس دریافت میکنیم که آجی یک سال گذشته بیش از یک سال گذشته هنوز داره میاد واقعا عزیزان دل بی تی اس آرمی واقعا کسی به فکر شما نیستش خب ولی جنگ ترین ها تو کامنت ها پوست برای شما اونو بزن به این اخبار هیچ کی به فکرتون نیست چه دور زمونه بدی شده هیچ کی به فکر علافا نیست هیچ کی به فکر اونایی که نشستن دارن زیرشون رو میخارونن کامنت میذارن نیست عجب دنیای نامردیه این همه آدم از صبح تا شب نشستن جلو موبایلشون دارن میخارونن و کامنت میذارن هیچ کی به فکرشون نیست چیو میخوان خایا رو میخورونن زیرشون از شده خایاشون دیگه آها یه مثلا نشستن اینجوری دست به اینجا اینجوری یعنی کجای دنیا همچین چیزیه یه مش الاف که دارن خودشون رو میخارونن میرن کامنت میذارن میرن فن پیج میسازن میرن همدیگه رو فالو میکنن میرن سعی میکنن که آرتیست مورد علاقه شون رو یه کاری بکنن که یارو مثلا یه کامنت بذاره نمیذاره آخرام بازم هیچی توش نیست کجای دنیا همچین چیزیه بیایم با ونزوئلا مقایسه کنیم کجا What the fuck بخارون آقا بخارون شاید یه چیزی شد حاجی من نفهمیدم واقعا چی شد داستان من مسخره کرد مثلا اینا که میگن آقا ایران چقدر بده و این داستانا آقا چرا تو ایت کجای دنیا معلوم مثلا به اونا مثلا اهمیت نمیده فقط تو ایرانه که اهمیت نمیده به کامنت گذارا این داستان مسخره من میخوام دوره بعدی خودم اقدام کنم تمام کامنت گذارا تمام الافا همتون بیاین به من رأی بدین من یه کاری میکنم که اصلا مملکت یه جوری بشه همه تو خونه بشینین بخارون این کامنت بذارین پولم بیاد این چطوره این از همه چی بهتر دیگه پهنای باند اینستاگرام میکنم اندازه پهنای باند فرودگاه امام یعنی یه پهنای باندی که اصلا باورتون نشه همینجور کامنت همینجور فقط چرت و پرت و مزخرف همه تون هم پول دارشین این چطوره این که عالیه دیگه نه هر روز یه مرغ بریون نهار یه پیتزا شام فقط هم کامنت و دریوری و فن پیج و اینا عجی کی واسهش کجا کامنت گذاشت اینقدر توپش پره حالا اونو نمیدونم ولی اتفاقا اپایی هست که مثلا بهش بری مثلا کامنت بذاری اینم لایک بکنی بهت پول میدن درسته مثلا اینا که مثلا پول میدی واسه کامنت میخری و بالاخره به اون نگی کامنت میزنی پول میرسه دیگه میک سنس ها اپ جالبی زدی یه جوری ملت ناراحتن که پهنای باند نکنه تنگ بشه مگه چیکار داری میکنی داری تلگرام واسه رفیقت چرت و پرت میفرستی دریوری جوک مزخرف یا یارو دختره داره با دودول میچرخه حالا اینو نمیتونی بفرستی چه میدونم چیکار داری میکنی مگه مثلا یه لحظه وایس اکسپریانس میبذارم ایندورنس خب یعنی که مثلا چه حرفی هایی بسن اولا من خودم شخص پهنای باند تنگ میشه چه اتفاقی میفته ساعت کم میشه ساعت خب کم میشه خب این چیش خوبه یعنی ما داریم همینجوری به عقب برمیگردیم وقتی ساعت کم بشه الان همه کشورها دنبال اینه که ساعت اینترنت زیاد کنن ما داریم
داری میگم میگم کم به صورتمون خوریم. واقعا سامان من حالا چی داره میگه اینجا، من برای من خیلی کم میشه با سامان مخالف باشم. این یکی از وقتی که باش خیلی درست کردن در مجموع خانی آکانی یا حرف یه جوری چرتی، ولی خب داره این میدازم واسه اون قشر کامان گذاری که میان بهش پوشیدن داره میگه اونجوری اوکی. حالا اینو نمیتونی بفرستی دیگه، چه میدونم چی کار داری میکنی مگه، مثلا مگه کار خیلی تکنیکی و فنیه؟ نه دیگه، همین تو اینستاگرام بخوای بری فوش بدی زیر عکسی که نمیذارن بدی، والله ما ببندیم پهنای باندو. مثلا اینو چی کار میخوام بکنن؟ چند درصد جامعه دارن کار میکنن؟ 1% که واقعا دارن کار میکنن. 99% شوخی و جوک و مزخرف میفرستین اینور اونور، نفرستین آقا اصلا چی هستن؟ خب نفرستن چیکار کنم؟ بشن تو خونه مثلا پایینشون رو بخارونن به قول سامان، چه میگه بالاخره یه دسته خدای بیشتره مثلا. هر بچه‌ها هم الان دیگه داره از همین اینترنت مثلا اینستاگرام و تلگرام دارن پول در میارن. آره تازه اونا که بیزنس دارن هیچ چیزی، ما خودمون ادیتورا نمیدونم فلان تام زن، حالا یکی ما کارمون یوتیوبه، خب همه با اینا با اینترنت با هم وصلیم. اون کسی که داره چیش میگن روی اینستاگرام مثلا ادمین بازی در میاره، ادمین بازی ادمینی میکنه، چون هزار تا کار به اینترنتی هستش. کارهای خوردریز خیلی زیاده، درسته سم اون بیزنس های گنده زیاد کم انتداش، ولی کارهای خوردریز خیلی زیاده. خودش حالا نمایشگاه ماشین داره، نمیدونم حالا چی کارش آفلاین هست، نمیدونم حالا هر چی هست، شاید نیازی نداره به اون صورت. این ولی این حرف کنم واقعا این حرف از سر دلش، فکر کنم این حرفی بود که سم اومده اعصابش خورده میخواد مثلا چیزی بگه مردمو بسوزونه است، فکر کنم بیشتر اینجوری بود. وگرنه واقعا فکر نکنم هیچ کسی دنباله کم شدن سرعت اینترنت باشه، هیچ کسی دنیا. اینجا بعد از این قضیه خب یه نفر یا آقای به اسم اشکان آکای روی توییتر میاد میگه که آخرین قشری که فکر میکردم از طرح سیانت حمایت کنن آرتیست های رپ ایران بودن. این حرفا در حالی در تلگرام فیلتر شده زده میشه که موزیک های این قشر در اینستاگرام در شرف سیانت ارائه میشه، خیلی در نزدیکی به طرح سیانت و در یوتیوب فیلتر شده و اسپاتیفای و سنکلاد نیمه فیلتر دیده شنید میشه دید و شنید. خب منظورش اینه. خب این طرف هم خیلی رابطه نزدیکی باش هیچ کس نشده شون، خیلی وقت دیدم توییتاشو ریپلای میکنه. آره اوکی، ولی راستی شما که بیز البته خب بیزشون رپ نیستش سامان اینا، ولی خب اگر بود که نباید، نمیدونم حالا چی بگم واقعا. بعد یه آقای میاد جواب میده میگه که مس میکنید گوشی دست نگیرید، که اینجا هیچ کس جواب میده و آقای هیچ کس بزرگم وارد میشه میگه مستی و غیر مستی نداره، اتفاقا اگه مخالف نظام و این کاراش باشی تو مستی مخالفتتو بیشتر میزنه بیرون. درسته، یارو دیگه به چه زبانی بگه خایمان نظام؟ حالا من با خایمان نظامش خیلی موافق نیستم، ولی با اینکه راست میگه اگر موافق بود، اگه مخالف بود چی؟ وقتی چی دونی راحت تر حرف خودتو میزنی، مثلا از خیلی ترسی نداری وقتی مست میشی اینجوری معمولا. خب به صد روش ممکن دیگه گفته اما مخالف نیستیم. آره دیگه مخالف نیستن دیگه، شاید بگیم موافقن، احتمالا هستن دیگه. خایمال هست اما کسی دیگه حرفاشو جدی نمیگیره، چطوره زیاد میگه یه آدم سالم هم چیز نمیگه، دوباره هیچ کس جواب میده. نون توش باشه و طرف موضوع باشه میگه، میگه اگه مثلا موضوعشتن که این حرفو بزنه میگه، تو نترس. خب هست آدمش که این کارو بکنه. حالا بعد از اینکه توییتر رو میذاره هیچ کس دیگه حسام مثلا این متوجه میشه، عصبانی میشه، دوباره شروع میکنه به کلی وایس دادن. ببینیم که چه جواب هیچ کس میده. تا اینجا من بیشتر مخالف سامانم، چون حرف بعیدم بود اینترنت زد. یعنی واقعا من سامان، من ناراحت که آی سامان عزیز، ما همیشه با یعنی با موزیکا لذت میبردیم، حال میکنیم، ولی این دفعه لذت میبردیم. آره وایس هم واقعا لذت میبردیم، ولی این دفعه ما رو خیلی ناراحت کردی. حالا ببینیم که چی گفتی اینجا. این کاری که دارم میکنم همه دارم میگن خیلی به ضررت از نظر فالووری، ولی من دنبال فالوور درجه یکم فقط عزیزان ولم کنم، من دنبال تعداد نیستم، من دنبال یه اقلیت خیلی خیلی خاصی ام که من به درد اونا میخورم، اونا به درد من میخورن. تموم شد رفت. اوکی اوکی، اینجا حرفش از مارکتینگ بسیار درست بود، چون که شما باید تارگت آدینس رو نیش بکنید تا جای ممکن، ولی بحثی که هست متمرکز. از اونجایی که من با حرفای قبلیش موافق نیستم، دوست دارم اینم نپذیرم. اگر اون حرفای قبلیش نشسته بودم اینو میگفتم خیلی داره درست میگه، ولی حالا که اونا رو شنیدم میگم نه حاجی اینجا من با شما موافق نیستم. این که من تو چه حالی چه حرفی میزنم تو این کانال فقط به خودم ربط داره، هیچ کاری هم نمیتونین بکنین. اگه میخواین حتی راجبش حرف بزنین، مسخرهش کنین، بگین خوبه، بگین بده، هر صحبتی راجب این حرفا دارین باید برین یه جا دیگه بزنین. اینجا فقط میتونین گوش کنین یا گوش نکنین، همینی که هست. دوست نداری یا کانال برو بیرون. خب عزیز دل اینا هم رفتن یه جا دیگه گوش حرفاشو زدن دیگه، رفتن تو توییتر حرفاشو زدن، تو اینجا گرفتن صحبت. یعنی گوش نکن تو این میخوای. آره دیگه، ولی اینم راست میگه، دارم یه جی هر من هر چی بخوام میگم دیگه، کسی چه ربی داره؟ آره من اینم راست میگه. یه چیزی هم این احمقا فکر نمیکنن، آقا ما اگه حکومتیم نفع ما برای حکومت چیه؟ اینو میخوام بدونم. حالا حکومت که خیلی داره به ما حال میده، ما داریم راحت میریم و میایم و رخت میخونیم و هر کاری دلمون میخواد میکنیم و فلان و اینا، نفع ما برای اونا چیه؟ چیه واقعا؟ مثلا چیو دارن بک میکنن کلا؟
اگرم یه طرف است این رابطه که دممون گرم، اگه تونستیم یه کاری بکنیم که یه طرف این به نفع ما باشه. حاجی دم آره دیگه، حرف جالبیه، راست میگه. حالا چه نفعی واقعا میرسونن؟ من خودم نفعش رو نمیبینم. نفع میدید تنش دیگه میدید باشه، مثلا رسوندن حرف اونا به گوش مثلا جامعه. آره ولی ندیدم حالا این دفعه سامان یه دفاعی کرد به صورت سارکاستیک از چیز از ترستیانت. خب ولی فکر نمی کنم، بیشتر نظر شخصی شد. حالا خدا خودش من تا ندیدم مثلا حاجی مثلا جی جی بیاد اصلا هیچ کاری بکنه که در نفع حکومت باشه، یا سیجل. حالا ام جی باز دوبار مثلا تو اخبار نشونش دادن، خب که اونم مثلا میگه آقا نفعش میده که آقا بیان آقا آره مثلا ما قشر جوون رو میخوایم جذب کنیم به خودمون، بالشون دادن کسایی که قشر جوون دوستشون دارن. خب اون ولی اون سامان حالا به نظر من الان تا اینجا طبق این حرف چنگه گفتهش بیشتر آقا اون حالت خودش رو دیده آقا مثلا عدس این کامنتیا اعصابش خرد بوده، ما گفته آقا بهتر که اون استیانته اجازه بشه دیگه. آره من فکر نمی‌کنم، آره من فکر کنم سارکاستیک بود بیشترش. هیچ کدوم این حرفام نیست، این همشون اینا به شرایط ما حسودیشون میشه، به شرایط مالی، به این شرایط که اینا میرن بیرون ایران و میان تو. اصلا از نظر اینا همچین چیزی معنی نداره. رپر یا باید فقط تو ایران باشه ممنوع خروج، یا باید بیرون ایران باشه وایساده باشه تو صف اول مبارزین و نمیدونم اپوزیسیون و فلان و اینا. اصلا اینجوری مثل ما رو ندیدن، همچین شرایطی واسه شون خیلی عجیبه که یارو میره ایران فرداش میره بیرون کنسرت میذاره دوباره برمیگرده ایران زندگیش هم داره میکنه هیچ کم بهش گیر نمیده. از این شرایط حسودیشون شده، بعد این همه وصله پینه و نمیدونم اسم و چرت و پرت و اینا به ما بستن. حرف نیمه درستیه. خب حالا من سر هر بوی سندرم نظر میدم. خب حرف نیمه درستیه. چرا؟ چون تا یه حد که مثلا میگن آقا حسودیش میشه، آره دیگه هر کسی باشه حسودیش میشه. از اون طرف خب میگه مثلا چرا ما نمیتونیم این کار بکنیم؟ که من نمیدونم، شاید اونا هم بتونن، شاید اگه مثلا اونا هم سیاسی نخونن بتونن این کار رو بکنن، ولی تا نمیدونم داشتیم نداشتیم. اگر داشتیم شاید من الان یادم تو ذهنم نیست چیزی، تو کامنت ها بنویسین آیا کسی داشتیم. خب که تو فاز آهنگای نه تو فاز آهنگای سامانینا بخونه، زد بازی بخونه، بعد سیاسی هم نخونده باشه ولی رپش اصلاش مشخصات شده باشه، اگه بوده لطف کنید کامنت ها بنویسین که منم بدونم. بشین تا یه روز خوب بیاد، به خاطر اینکه برای من اومده، برای من امروز بهترین روز زندگی من. هی دارن کامنت ناجور میذارن زیر عکس اینو زیر پست اونو فلان. طرفدار ما که داره موزیکمون رو گوش میده اصلا تو کامنت ها اینا نیست خیلی. یه روز خوب بیاد. اشاره به آهنگ یه روز خوب میاد دیگه. خب ببینید که شما هم با این آهنگ خوندین رو مخ طرفدارتون رفتین، اونا هم مثلا اعصابشون خود کردن، اونا هم حالا دنبال اینن که یه جا بپرن به نفر. میان چه دستام اینا یاس هم داریم که مثلا آهنگای معمولی میخواد میره اونور کنسرتش هم میذاره و داره میاد داخل ایران زندگیش هم داره. حرف جالبی راست میگه، راست میگه. بعد هیچ وقت هم مثلا فکر نکنم دولت از یاس دیگه مثلا حالا میتونی بگی ام جی رو استفاده کردن، ولی دیگه یاس تا حالا کسی استفاده نکرده ازش. دو تا درخت بخر از اینا که خونگیه تو گلدونه، بذار تو دو تا اتاق مختلف، مجاز رو بذار برای یکیشون پلیشه، بزرگم بذار برای یکیشون پلیشه، برو بعد دو ماه قیافه دو تا درخت رو ببین کدوم خوشگل تر شده. من دارم وایس میدم، تو هم داری توییت میدی دیگه، مثلا یه جوری میگی انگار تو مثلا داری چی. آره آقا اینو ساینتیفیکلی باید قبول بکنیم دیگه، ساینتیفیکلی. آره گلا تعظیم داره صدا. آره حالا اینو تجربه شخصی میگم. خب مثلا ما وقتی که چیز بودیم، اون وقت که ایران بودیم، با اینا رفته بودن کمپوست مثلا ماشون، این حرفا فهمیدن کلاس این که مثلا ماشون چجوری گرو میکنه، این قارچو مرسی قارچ چجوری مثلا پرورش میدن. بعد ما تو خونه میذاشیم اینو قارچ رو این کمپوستو، بعد معلم هم گفته بود که مثلا آهنگ خوب واسش پلی کنی، سرسا نباشه، مثلا منو کن نباید، مثلا اگه منو کن با هم دعوا میکنن تو خونه جادو بیداد با من اینا مثلا از ما رو مثلا کلا میگفتن نه تو خونه باشه که جایی که سن چیز. آره بعد به جان خودم آهنگ مثلا قشنگ و مستاسش پلی میکردی، این ماشوما خب این قاشا از اون سوراخ‌های کمپوست می‌زدن بیرون. خب بعد اگه این همه مچاله می‌شدن می‌رفت یا باشه کم می‌شد می‌رفت عقب. یعنی این واقعا این یه حرف درستیه. حالا از لحاظ رشد گیاه تاثیر داره واقعا علمی. من دارم وایس میدم، تو هم داری توییت میدی دیگه، مثلا یه جوری میگی انگار تو مثلا داری چی به بشریت داری خدمت می‌کنی، الان کجایی رفتی مثلا این سری گرسنه‌ها رو سیر کنی، تو هم نشستی داری توییت میدی. اگه من نشستم دارم وایس میدم والله دیگه، فقط چون تو صدات شبیه آروغ زدنه وایس نمیدی، بعد بنویسی اینجوری که خب وایس نمیشه گوش داد، اصلا خسته میشدم، دو تا گوشونه سومی نمیشه گوش داد. نه قبول ندارم. بغل منم آهنگ خوندی اون موقع که هیچ کدوممون اعتراضی نداشتیم، من که هنوزم ندارم والله، تو یهو خیلی اعتراضی شدی، ولی اون موقع که با هم آهنگ خوندیم که تو هم اعتراضی نداشتی، داشتیم یه آهنگ رپ با هم می‌خوندیم، تو اون آهنگم خودت میدونی کی زد کیو ترکوند، اصلا بغل هم دیگه وایسادیم انگار یه آدم 100 کیلویی وایساده بغل یه آدم 30 کیلویی. دیدی دیگه حرفای خودتو گوش کن ببین تو آهنگ چی گفتی. رپ فورس، هی رپ فورس، هی رپ فورس، ول کن دیگه، چی گفتی؟ ورق لاستیکی نمیدونم چی، من چی گفتم تو چی گفتی اصلا. حاجی ریاکشن آهنگو اینجا داریم، خب میتونیم بریم خودتون ببینیم و نظرتون واسه همینجا تو کامنت بنویسید اگه دیدین که نظرتون سامان بهتر زد یا هیچی است. والا من اینجوری که حالا آنالیز تورها خب منم گفتم من اینجوری مثلا اون موقع رپ سامان قوی تر بوده. خب ولی خب الان
خیلی شاعر خفن تری هیچ کس مثلا نسبت به سامان. حالا درسته سامان مثلا آهنگاش میدونیم بیشتر مثلا از نظر من خب مثلا به درد روزانه و استفاده روزانه و اینا میخوره و این حرفا، خب ولی خب از لحاظ شعری ادبیاتی میدونیم که هیچ اثری نداره. بالاخره هر کسی میدونه چی خوبیای خاص خودش داره. حالا جالبیش اینه که مثلا جفت اپی که میسازه جفتش هم فیلتر تو ایران تلگرام که استفاده میکنه تو ایران که استفاده میکنه واسه فیلتره. الانم اعتراضی میخونی به خاطر اینکه تنها راهت اعتراضی خوندنه، چیز دیگه بلد نیستی و اگه چیز دیگه بخونی کسی گوش نمیکنه. متوجهی؟ مسئله اینه، راهی نداری به جز اعتراض. باید اعتراض کنی که آدمایی که ناراحتن حداقل گوشت کنن. رفتی ناراحتا رو پیدا کردی، یعنی تارگت اودینسی که تو داری آدمای ناراحت اجتماع هن. دست گذاشتی رو اینا. منم دست گذاشتم رو آدمای خوشحال جامعه. برو ببین. این درسته، منطقی حرف درسته. بالاخره هر کی مارکتی داره این کار منطقیه. کلمه هات هم یکم ایراد داره. تو به خوشحال میگی مزدور. تو میگی اگر کسی در ایران امروز حالش خوبه، وضعش خوبه، از زندگیش راضیه، مزدوره. اینجوری نیست، خیلی آدم خوشحالن، ما هم خیلی داریم با هم حال میکنیم با اونا. این هم حرف جالبی، حتی فکر نمیکنم هیچ از من دوشتی باشه، ولی اگه باشه که اشتباه شده. معمولا اپوزیسیون این شکلی میگن، خودمون هم جزو را حساب میکنه این شکلی از این رقم استفاده کرد. ولی بعد باش صحبت کنیم، آیا هیچ کس هم متاسفانه با هیچ کس و هیچ کسی و هیچ جایی علاقه صحبت کردن نداره، واسه همین چیزی نمیدونیم بگیم تو ذهنش چی میگذره. تو الان بیا یه آهنگ بخونی بگی حالم خوبه، نصف طرفدارات میپرن میگن بیخود کردی حالت خوبه. تو بعد حالت بدترین حال دنیا باشه، ما واسه این داریم تو رو فالو میکنیم. یعنی چی اصلا این حرفی که زدی؟ نصف فالوورات میپرن. یه آهنگ بیا بگی آقا من ردیفم. نه من خوشحال میشم. رند ترزونه کلا. آدمایی که میان ازت خرید میکنن آدمایی ان که بودجهشون در حد توئه. مثل میمونه که الان زارا بیاد یه کیف بزنه 3000 دلار. خب یارو میگه اگه اینو بخوام برم بخرم که میرم از شنل میخرم. یارو میگه اگه هیچ کس داره میگه خوشحالم که خب میرم زد بازی گوشینم. اون که الان 20 ساله داره این حرفا رو میزنه. اون که خیلی قدیمی تر و معتبرتره برای خوشحالی. حرف جالبی زد راست میگی. مثلا هر کی اون طرف مثلا اگه حالا من میخوام که مثلا طرف کسی نگرفته باشه. مثلا میخوام مثال میزنم. خب اون طرف اگه سامان بیاد مثلا یا آهنگ اعتراضی بخونه، خب میان آقا چرا بیام سامانو گوش بدیم؟ میریم مثلا هیچ کس گوش نمیده که مال اعتراض و مثلا فلان این حرفا. یا یعنی یه حرفه ببین الان سامان یه مقدار میگه که چیکار کار من داری اصلا، تو اومدی در مورد من نظر دادی، میخواست نظر ندی تا منم نپرم بهت. یعنی وگرنه که خودش میدونه مثلا حرفاش معنیش چیه. شستمت، فقط دیس ندی، چون دیس بدی تو یه دونه رو میزنم نابود میکنم. مواظب خودت باش. ار فاینال کاری نداشته باش که جوابشون دیگه نمیدم. اون بازی تموم شده. ولی منتظرم دهن تو وا کنی بزنم داغونت کنم. یک بار و برای همیشه. حواستو به خود جمع کن. برو تو این مایا که اصلا اینا در حد من نیستن و من دیس برای اینا واسه چی بدم؟ من خیلی کلاس کارم بالاتره. تو این فاز باش. چون بخونی لهت کردم. از روت رد میشم. سامان داره طرفداری نظام جمهوری اسلامی رو میکنه. شما نمیگین. من دارم میگم. شما دارین حرف منو تکرار میکنین. یادتون نره. ارزش اینه که من چون اول گفتم آره ما طرف اینه این. شما دارین میگین دارین حرف من تکرار میکنین. نه این اجازه نپذیرم، چون موقع فدایی گفتش شما هم نگفته بودی، شما هم تو تلگرام نیومده بودی. ولی بحثی که هست من هیچ کس و سامان به نظر من خیلی باحال میشه. ما ادوکیت میکنیم همینجا، خب سعی میکنیم حتی اصلا ما یه پتیشن میسازیم، خب فاندینگ چی میشه، بودجه جمع میکنیم از طرفدارا. خب ما خودمون میشه اسپانسر. خودمون میشه اسپانسر. آیا هیچ کس عزیز البته فکر نکنم هیچ کس یه بازی 400 هزار تا دیگه راضی بشه. خب و اون هم پیدا کنم ما بتونیم از شنوندهای رپ ایران الان جمع بکنیم متاسفانه. آره حالا بریم ادامه داستان. من هرچی هستم حداقل واقعی ام، همینه که میبینی. حالا تو حال خودم هستم، تو حال خودم نیستم، حرفایی که میزنم زیرش نزدم تا حالا نقض و تناقضی نبوده. همینه که هست داری میبینین، همینه دیگه. حالا هرچی هست تو، ولی صدا تو آهنگ با صدای خودت فرق میکنه. تو خونه که راه میری اینجوری که راه میری تو خونه حرف نمیزنی که، تو این دیگه صدای آهنگته. یعنی تو آهنگ صدا تو عوض میکنی. فیکی دیگه، قبول کن فیک تویی. من هرچی هستم واقعی ام حاجی. من وایس واقع. حالا این خوب شد اینو یه چیز جالبی اضافه کرد. خب من از این تموم شد. آره تموم شد. اوکی. من واقعیتش اگه بخوام، من این نفر شنیدم جی. که این واقعیت داره که صدای سروش هیچ کس واقعا اینجوری نیستش. خب نیست. آره من اینو شنیدم. حالا نمیدونم چقدر صحت داره و اونی که گفتم اصلا رپرم نیست، مثلا هیچ چیزی، یه نفری که کلا از بیرون میشناسه. خب بعد مثلا چیزی هم نداره که مثلا میگه اون طرف از زد بازی هم خیلی بدش میاد اتفاقا. خب یعنی فوق العاده از زد بازی خیلی بیشتر بدش میاد، ولی به من گفت که چی؟ مثلا هیچی هستم آجی صداش اون نیست. حالا من نمیدونم، خیلی هم عجیبی چون ازش دیدم. خب ازش دیدم مثلا ویدیوهای قدیمی هیچ چیزی مثلا با همون صدای اینجوری حرف میزنه، ولی خب ممکن آقا واسه جلوه دوری اونجوری حرف بزنه. میشه میگم نه، مثلا بعد خواست شاید صداش دادن
مثلا میگیره اون شکلی میشه ویدیو مثلا تو داره حرف میزنی آهنگی. نه بابا چی داری میگی؟ واقعا یه سخت تصورش. بعد هم یه طرف داره میگه اصلا کلو اینجوری خشدار نیست اصلا. حالا به هر حال بچه‌ها امیدوارم که لذت برده باشین از این ویدیو. آیا شما هم این شایعه که من میگم شنیدین یا نه تو کامنت بذارید ببینم که کیا شنیدن. بالاخره اش بیشتر شنیده باشه احتمال سعی بودنش بیشتر. چون میگم این حاجه دود بود بالاخره مثلا آتیش هم هستش. به هر حال بچه‌ها امیدوارم که لذت برده باشین از ویدیو. اگه سقه لایک سابسکرایب و زنگوله بندازین. اگه خواستین ما رو اینستاگرام بکنید دارین بالا میبینید تلگرام تو دیسکریپشن اونجا سر زدن به چندمون حتما نیا کنین چون ویدیو فوق العاده جذاب است. هشتگ جکینات کد پاره کنین چه بدین برای شکو صلوات و گوزت پرنج بسیار لازمه. خب اگر این در واقع مباحثه وارد تلگرام و توییتر ادامه پیدا کردش ما برای میگردیم بپردازیم میپردازیم حتما. خب پس یادتون نگه کانال سابسکرایب بشه بزنید تا نذارید. مرسی که ویدیو تا اینجا نگیم با سوشر کنین تا ویدیو بعدی.